علاوه بر برگزاری عزای عظیم غمزنی در شهر مقدس کربلا و بر پای سوگواره خون و شمشیر در سایر شهرهای مقدس عراق، هیئت‌ها و حسینی‌های مختلفی از برپای مراسم غمزنی حتی در کشورهای غیر اسلامی خبر دادند. همکارم در گزارش به برپای باشکوه این مراسم در نقاط مختلف دنیا اشاره نموده که با هم می‌بینیم. در دهمین روز از ماه محرم، ماه حزن و اندوه شیعیان، شهرهای مختلف دنیا شاهد حضور میلیون‌ها عزادار کفن پوش بود که برای مواساد با سید و سالار شهیدان سر و صورتشان را با خون خود رنگین کردند. علاوه بر شهر مقدس کربلا، در دیگر عتبات مقدس کشور عراق یعنی نجف اشرف، کاظمین و سامرا نیز این عزای مقدس با حضور پرشور علما و طلاب حوزه‌های علمیه و شیعیان و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام برپا داشته شد. همچنین شیعیان در شهر دمشق و در جوار حرم حضرت زینب سلام الله علیها مراسم غمزنی را برگزار کردند. شیعیان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز با شرکت در سوگواره عظیم خون و شمشیر مراسم غمزنی را برگزار کردند. گفتنی است علاوه بر عتبات مقدس و شهرهای مختلف در کشورهای اسلامی، سوگواره خون و شمشیر در شهرهای مختلف استرالیا، اروپا و آمریکا برگزار شد. مسجد و حسینیه آل یاسین در سیدنی استرالیا، حسینیه بیت الحسین علیه السلام و حسینیه بیت العباس علیه السلام در ملبورن استرالیا، حسینیه رسول اعظم صلی الله علیه و آله لندن انگلستان، مسجد و حسینیه البتول فاطمه سلام الله علیها اتاوای کانادا، مؤسسه امام صادق علیه السلام کپنهاگ دانمارک، حسینیه ام البنین سلام الله علیها اسلو نروژ، هیئت شباب القاسم علیه السلام استکهلم سوئد، حسینیه سید الشهدا علیه السلام یوتوبوری سوئد و حسینیه امام جعفر صادق علیه السلام در ایالت میشیگان آمریکا از جمله مراکز، مؤسسات و حسینیه هایی هستند که اعلام کردند همزمان با شهر مقدس کربلا و با حضور شیعیان و محبان امام حسین علیه السلام مراسم غمزنی را در کشورهای خود برگزار کردند. علاوه بر این، حسینیه ها در آمریکا، اروپا و استرالیا در کشورهای کویت، بحرین، عمان، ایران، عربستان، لبنان، افغانستان، هند، پاکستان و تایلند نیز با شور فراوان در شهرهای خود این عزای باشکوه را برگزار نمودند. لازم به ذکر است مراسم غمزنی در شهرهای مقدس کربلا، نجف، کاظمین و سامرا و دیگر شهرهای عراق از مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در قالب 6 شبکه به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی به صورت زنده تحت پوشش قرار گرفت.